سلام بچه ها، من خوتن هستم. امروز اومدم با یه ویدیو جدید در مورد تفاوت بچگی خودمون با بچه های الان. از استارت قضیه بهتون بگم، تولدهایی که برامون میگرفتن، اگه خیلی به اون لطف میکرم برامون تولد میگرفتن، تولد برامون اینجوری میگرفتن. بگیرید، مهم کادوهایی که بهمون میدادن. من نمیدونم مثلا برای بچه 2-3 ساله 3-4 ساله چرا پارچه لیوان کادو میآوردن، مثلا اونم چی، مثلا یه پارچه لیوانی فکر کنم همتونم یادتون باشه، زرد بود با لیواناش ست بود، این که پای ثابت تولدا بود. و مثلا بعضی برام نوشتن ظرف و ظروفای اضافه خونهشون که نو مونده استفاده نمیکردن میآوردن واسه ما، مثلا یه چیزی میآوردن مثلا اسمش چیه، شیرینی خوری، قند خوری. چرت و پرت خلاصه. منم چه کادوهایی بوده واسه هم میامونه، فکر دارم کنم بچه این سنی این کادوها میخواد چیکار کنه. یه چیز جالب در مورد خودم میخوام بگم، من بچه بودم قبل اینکه برم مدرسه مامانم اینا برم تولد میگرفتن، جای اینکه مثلا بیام بچه دعوت کنم همسن سال من باشه مثلا خوشحال باشم، اینا دوستاشون رو دعوت میکردم پارتی میکردم واسه خودشون. منم الکی اون مثلا وسط آدم گنده بودم. ولی الان میبینی برای بچه ها تولد گرفتن تم مثلا بابش سنجی، تم نمیدونم مثلا چه، نه هرچی که بچه دوست داره دیگه، مثلا میکی ماوس دوست داره، همه چی رو بر اساس اون رنگ بندی تزیین میکنن، کیک مثلا بابش سنجی براشون درست میکنن. بعد کادوها، همه اعصاب بازی های خفن میارن، حتی اگه لباس هم میارن بچه ناراحت میشه، چرا مثلا پارچه لیوان میارن، مثلا پارچه لیوان میارن بچه بره پارشون کنه. واقعا دست سوخته. حالا همه این مسائل به کنار، بزرگتر شدی رفتی مدرسه، دخترها اینو کاملا درک میکنن. ما میرفتیم مدرسه، اولا که دوران دبستان چجوری بود، یه مانتو شلوار گوشاد توسی، لباس زندانا رو دیدین تو ایران چه شکلیه، توسیا همون رنگی دقیقا، گوشاد زشت، بعد مقنعه، این مقنعه کشی ها که اینجور میفته رو سر آدم با یه همچین قیافه، مثلا بچه 6-7 ساله میرفت کلاس اول، انقدر قد، نمیدونم ظلم واقعا میکرد در حق ما. اون وقت الان مانتو همه رنگی، هر پایه یه رنگ مانتوهاشون، تازه بهشون نمره هم نمیدن که یه موقع روحیاتشون خدشه‌دار نشه، خوب بد عالی میدن. حالا ما اگه 20 اومشون 19 اونیم دیگه هیچی، دیگه شاگرد بدهی کلاس بودیم. حالا دبستان هم به کنار، با همه سختی ها و این رنگ توسی بدرنگ و این چیزا گذروند، روز اول مه براشون موزیکای روز پلی میکنن، بچه ها روحیهشون شاد شه. بعد من دیدم قشنگ ویدیوهاشو که داره دختر میرقصه روز اول مه، چی چی یه شاخه گل میدن دستاتو، خوش اومدین به مدرسه. حالا اینم که دارم میگم مثلا قضیه 20 سال تفاوت نیست، حالا ما دهه 70 ولی دهه 80 زمین تا آسمون زندگیشون ما فرق میکرده، مثلا تو مدرسه رفتن. حالا در نظر بگیریم بچه دختر مثلا شده 13-14 سالش، بابا سیبیل داشتیم ماها، خب بعد حالا اگه این سیبیل رو برمیداشتیم واویلا بود. من موندم مثلا سیبیل داشتن و نداشتن دخترها تو مدرسه، تو تحصیل، تو درس خوندن چه تأثیری داره. یعنی شنبه به شنبه مدیر ناظم میومدن وای میسادن تو صف، سیبیلای ما رو تو نور آفتاب میشمردن، یه دونه کم بود نمره انضباط کم میکردن. من که خودم به شخصه اگه سالی 2-3 بار اخراج میشدم واسه سیبیل و ابرو، اصلا اون سالم سال نمیشد. ولی بچه های الان بالا من میبینم کسی اصلا کاری به مورنگ کردنشون نداره، به ابرو برداشتنشون نداره، اصلا به هیچیشون کار ندارن، دارم مثلا خیلی ریلکس میرم میام، کم مونده مثلا پیرسینگ هم بزنم برم مدرسه. خیلی در حق ما ظلم کردید، نمیبخشم تو بازیامون. ما یاد از این آتاری دستی ها بود، هم مشکیش بود هم توسیش بود، اما میگرفتیم دستمون انگار دیگه بهترین گیم دنیا رو داریم بازی میکنیم، اصلا این تکنولوژی بود. مثلا گوشی آیفون بعد اون موقع جلوش بوق میزد اگه بود برای ما، اون ارزشی که داشت دارم بهتون میگم. موقع کنسولای بازی چی بود؟ مثلا من بچه بودم خیلی کوچیک‌تر بودم، مثلا 4-5 سالم بود میکرو بود، بعد سگا اومد، بعد خب بازی ها میگه خودتون نجریان دیگه، چقدر ساده و ابتدایی بود. ولی ببین مثلا میرفتم تو این بازی ها غرق میشدم، انگار کل دنیا رو به هم دادن.
مثلا این شورش در شهر رو بازی میکردم، این بازی علایالدینه بود، عاشق اینا بودم. ولی الان بچه 5-6 ساله پلیستیشن 4 داره بازی میکنه، دیگه یه ذرم که سنش بالاتر بره بشه 7-8 سالش، همش داره آنلاین بازی میکنه با اون سر دنیا دوستاش و لان اینا. یعنی تکنولوژی مثلا اینا تو مشتشون بود. آخه جالبیش هم اینجاست، اون موقع ها مثلا کنسول بازی قیمتی نداشت، یعنی من یادم همه دوستام داشتن اینا رو، ولی الان ماشاءالله یکی بخواد بره پلی‌استیشن 4 بخره بعد مثلا بابای حقوق دو ماهشو بذاره واسه بچه‌اش پلی‌استیشن بخره، دیگه بازیاش هم که نگه. بعد ما طفلک ها میشستیم سر ساعت مثلا شبکه 5-2 اینا کارتوناش رو نگاه بکنیم، ولی الان بچه ها هر موقع اراده بکنن میرن تو یوتیوب یا میرن دانلود میکنن 24 ساعت بهترین کارتونای روز رو میتونن ببینن. و تازه دیگه ما عشقمون این بود که مثلا پاشیم با بابامون بریم سی دی فروشی مثلا کارتون بخریم، بابا چقدر مثلا حال میداد بهمون، ولی الان چی آنلاین همه چی رو میبینن. تا حالا شما با یه دهه 80 چت کردید؟ باید یه دیکشنری مخصوص اینا بسازن که این کلماتی که نوشتن بزنیم ببینیم یعنی چی. مثلا می‌نویسه جی زد بی، خب جی زد بی چیه خدای من؟ چی میتونه باشه؟ 300 باید بشه بکنه منظورش اینه که میگه جذاب. حالا اون ایارم بذاردم بفهمه چی نوشتی دیگه. قشنگ واقعا باید یکی این کارو بکنه، نکنید خودم سعی میکنم کارو بکنم. یه دیکشنری مخصوص اینا رو باید تهیه کنیم، چون واقعا آدم نمیفهمه. باید رمزگشایی کنی ببینی مثلا چی نوشته یه خطشو، مثلا نمیفهمم. من موندم چرا برنامه کودکای زمان ما رو ترسناک میساختن مثل اینا. مثلا شما نگاه بکن قشنگ به نظر من الان تو این سنم سمندون رو میبینم میترسم، واقعا میترسم. یالا چیزایی دیگه هم والا ترسناک بودن، این مادر بزرگی خودمون اینا قیافش خیلی ترسناک بود. من نمیدونم واقعا این چه کارتونایی بوده برای ما میساختن، میخواستن ما رو قوی بار بیارن، شجاع بار بیارن، چی کارمون کنن، ما روح و روانمون بازی کنن. الان ولی چی؟ بچه ها کارتوناشون هیچ کدوم مثلا اینجوری نیست، اینا رو ببینم فکر کنم میگرخن. خیلی تفاوت های دیگه هست، مثلا شعرهایی که به ما یاد میدادن قشنگ چرت و پرت بود. میادم میگفتن دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده، سواد داری بی سوادی پس تو خر منی، چه ربطی داره من نفهمم دیگه. جودم براتون بگی که خیلی تفاوت هست. اگه چیزی به نظر شما میاد کامنت بذاری برام. مرسی از اینکه ویدیو ما دیدی، تا یه ویدیو دیگه، خدافظ. دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده.